انواع مدرن آنها نیز قادر به استفاده از موشک‌های کروز به منظور هدفگیری کشتی‌ها و یا حتی اهداف زمینی هم هستند. پس به طور خلاصه تسلیحات قوی و قابلیت اختفا از جمله مهمترین ملزومات یه زیردریایی تهاجمی به شمار میاد. به نظر شما لقب بهترین زیردریایی تهاجمی دنیا متعلق به چه برند و چه مدلیه؟ بزرگترین و مرگبارترین زیردریایی تهاجمی مدرن چه نام داره؟ در ادامه به لیستی از زیردریایی‌های تهاجمی اشاره خواهیم کرد که پس از بررسی‌های مختلف همچون مجموع امتیازات سلاح‌های گرم و یا قابلیت اختفا برای پاسخگویی به پرسش‌های فوق انتخاب شدند. اما زیردریایی تهاجمی چیست؟ قبل از هر چیز ما را سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله را بزنید تا از برنامه‌های جدید ما باخبر بشید. مأموریت اصلی این دسته از زیردریایی‌ها مقابله با کشتی‌ها و یا زیردریایی‌های دشمن خواهد بود. بدین ترتیب تمام زیردریایی‌های تهاجمی مجهز به سیستم رادیو سونار با عملکرد انتشار امواج صوتی هستند. انواع مدرن آنها نیز قادر به استفاده از موشک‌های کروز به منظور هدفگیری کشتی‌ها و یا حتی اهداف زمینی خواهد بود. پس به طور خلاصه تسلیحات قوی و قابلیت اختفا از جمله مهمترین ملزومات یه زیردریایی تهاجمی به شما میره. مدل هایی که در این فیلم مشاهده می کنید تنها شامل زیردریایی های تهاجمی هسته‌ای، نوعی زیردریایی که نیروی محرکی اونها توسط نیروگاه هسته‌ای تولید می شوند هستند. زیردریایی کلاس سی ولف آمریکا. زیردریایی‌های کلاس سی ولف اگرچه پیشرفته‌ترین کلاس زیردریایی‌های تهاجمی در دنیا هستند، اما گران قیمت‌ترین دسته نیز خواهند بود. انگیزه اصلی از ساخت این کلاس کشف و تخریب آخرین مدل از زیردریایی‌های شوروی سابق که مجهز به سیستم شلیک موشک‌های بالستیک بودند، نظیر کلاس تایفون و کلاس آکولا بوده است. در ابتدا تنها 12 زیردریایی از کلاس سی ولف ساخته شد، زیرا هزینه تولید و نگهداری از این محصول پیشرفته حتی برای کشوری مانند آمریکا در دوران پس از جنگ سرد بسیار بالا بود. در نهایت روند تولید تنها با 3 زیردریایی کلاس سی ولف متوقف شد و نیروی دریایی آمریکا با گزینه‌های ارزان قیمت‌تری همچون کلاس ویرجینیا به مسیر خود ادامه داد. جالبه بدونید که هر 3 زیردریایی سی ولف ساخته شده هم اکنون در خدمت نیروی دریایی قرار دارد. زیردریایی کلاس ویرجینیا آمریکا. زیردریایی تهاجمی هسته‌ای کلاس ویرجینیا به عنوان جانشین کلاس لس آنجلس معروف شد. این زیردریایی اندازه کوچکتر در مقایسه با کلاس سی ولف داره، اما هزینه تولید اون نیز مراتب کمتری رو داره. در مجموع برای ساخت 30 واحد از این کلاس برنامه ریزی شده. لازم به ذکره که کلاس ویرجینیا مجهز به 12 لولی پرتاب عمودی VLS خواهد بود. از این لوله ها برای راه اندازی موشک های کروز تاماهاک مخصوص حمله زمینی با برد 1700 کیلومتر استفاده می شود. زیردریایی کلاس استیوت انگلستان. نخستین زیردریایی کلاس استیوت به دستور نیروی دریایی سلطنتی انگلستان در سال 2010 آماده خدمت رسانی شد. تا کنون 7 زیردریایی از این کلاس برای تولید برنامه‌ریزی شدند. کلاس استیوت به طور قابل توجهی قابلیت استتار داشته و در مقایسه با کلاس‌های قدیمی‌تر ظرفیت بیشتری به منظور حمل تسلیحات مختلف در اختیار دارد. در واقع مجموعی از 36 موشک متفاوت و اجدر حمل می شود. موشک های کروز حمله زمینی تاماهاک مدل بلاک 5 بردی معادل 1700 کیلومتر دارند و می توانند علاوه بر کشتی های دشمن اهداف زمینی را نیز از بین ببرند. زیردریایی کلاس یازن روسیه. این پروژه جدیدترین زیردریایی تهاجمی هسته‌ای متعلق به نیروی دریایی روسیه است. البته دومین نسخه از این کلاس نیز به منظور بهبود پروژه مذکور ساخته شده است. در حال حاضر حداقل 6 واحد از این زیردریایی برای ورود به روند ساخت خود برنامه‌ریزی شده‌اند.
این کلاس نیست جانشین زیردریایی های قدیمی کلاس آکولا خواهد بود. البته با وجود تمامی تلاش های صورت گرفته، این کلاس تنها مقدار کمی از کلاس آکولا سبکتر است. در مجموع 30 موشک ضد کشتی و اژدر توسط کلاس یازن حمل می شود. زیردریایی کلاس سیرا 2 روسیه. زیردریایی های گران قیمت کلاس سیرای 1 و سیرای 2 به منظور جایگزینی با کلاس آلفا طراحی شده بودند. این کلاس مجهز به دو مدل پوسته تیتانیومی سبک و مستحکم است. بدین ترتیب قادر به عملیات در اعماق بوده و در برابر آسیب‌های ناشی از اصابت اژدرهای دشمن بسیار مقاوم است. محدودیت تعداد ساخته شده از این زیردریایی‌ها نیز مربوط به هزینه بالای استفاده از پوسته‌های تیتانیومی خواهد بود. زیردریایی بهبودیافته کلاس لس آنجلس. نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر مجموعاً 40 زیردریایی کلاس لس آنجلس قدیمی در اختیار دارد که در کنار آنها می توان نسل‌های جدیدتری همچون سی ولف و ویرجینیا را مشاهده کرد. نخستین زیردریایی بهبودیافته از کلاس لس آنجلس در سال 1988 خدمت نظامی خود را آغاز کرد. زیردریایی‌های بهبودیافته از نظر صدا بسیار آرام‌تر از انواع قدیمی‌تر هستند. گفته می شود که این زیردریایی ها 7 برابر بی سر و صدا تر از کلاس قدیمی خواهد بود. جالب است بدانید که کلاس بهبودیافته لس آنجلس حتی می تواند زیر یخ نیز عملیات خود را انجام دهد. زیردریایی کلاس سوزیو ژاپن. نخستین زیردریایی کلاس سوزیو در سال 2009 توسط نیروهای دفاع شخصی دریایی ژاپن راه اندازی شد. برخلاف سایر زیردریایی‌های هسته‌ای این لیست، کلاس سوزیو مجهز به موتور دیزلی الکتریکیه. ژاپن تنها کشوریه که از این کلاس زیردریایی استفاده می‌کنه. کلاس سوزیو دارای طراحی هیدرودینامیک و پوششی مستحکمه. جالبه که بدونید این دسته از زیردریایی‌ها میتونن برای مدت بیشتری داخل آب غوطه‌ور بمانند. یکی از نقاط ضعف اصلی سوزیو عدم بهره‌مندی از سیستم راه‌اندازی عمودی است. زیردریایی کلاس اسکار 2 روسیه. کلاس اسکار 2 سومین زیردریایی بزرگ از نظر جابجایی و طول. تنها کلاس تایفون شوروی و کلاس اوهایوی آمریکا از این دسته بزرگتر هستند. از 19 زیردریایی برنامه‌ریزی شده تنها 11 عدد از آنها ساخته شد و هم اکنون 4 واحد به صورت فعال به نیروی دریایی روسیه خدمت می‌کنند. از دید استتارهای مدرن، کلاس اسکار 2 فاصله زیادی با قابلیت استتار مورد انتظار دارد. هدف از ساخت این زیردریایی‌ها حمله به ناوهای هواپیمابر آمریکا و تأسیسات ساحلی آنها بوده است. از اینکه ما را تا انتهای این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. ما را سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید تا از نظراتتون بهره مند بشیم. تا درودی دیگر بدرود.